نیست. هیچ معلومات بری چی کار میکنی؟ چی میگه؟ چه گندی بود زدی؟ چه گندی زدم؟ الان جناب سرنگ بیاد من باید چی جوابشو بدم؟ تو جوابی بدی؟ چی شده؟ تو محافظی؟ چی هم پس؟ تو دختر فریدونی؟ شما خودتون میدونید که این حرف حقیقت نداره. شما اگر دلتون میخواست که من با پسرتون ازدواج نکنم ولی یک کلمه من حرف میزنید، میمدید من بود من خب پسرتون رو دست به سر که فکر کردید که مثلا من رو دست بابا موندن. من الان خودم خواستگار دارم، خیلی ها هستن که به هر حال میخوان که شما بگیش زندگی دارم. یه نفس بکش. منم شوک شدم. ببین این توران اومده دروغکی به ما گفته که این شیوا مریضه، قرصیه، قش و ضعف میکنه، فردا بچه دار بشه، بچهش ناقصه. خب ما هم پدر و مادر بودیم، نشستیم فکر کردیم، دیدیم دلمون نمیاد تو رو یه عمر تو زحمت بندازیم، برای همین مجبور شدیم دروغ بگیم. اگه تو هم جای ما بودی شاید همین کار میکردیم. فهمیدی؟ نه. برو از زنت بپرس چرا یه روز بیاد معرفی میکنه، فردا میاد میگه این دختره داغونه. قرص قرصی؟ قرص چه قرصی؟ چه میدونم. برو از زنت آقا بپرس. اسم زن منو نیار. فریدون من اسم زنتو نیارم. آقا چی میگی؟ میگم زنت. آقا خوب. اومدم یه روز میگه خوبه، فرداش اومده میگه قرصیه. آقا دختر من از برگ گل سالم تره. باکتر سرم کنم من حالا هستت که دل حرف رستم بزنم که کسی باور نمیکنه، نه که من زن بابا هر حرف پوشته به همه فکر میکنم من بده دختر شوهرم رو میخوام. به فریدون میری چی شد؟ من پیش خودم گفتم که خب این دختر تو ازدواج میکنه، خوشبخت میشه، میره سر خونه زندگیش، بعد بچه میاره، برای ما نوه میاره، بعد نمیزم کارمون به اینجاها میرسه که حالا که اومدیم بالا بالا گفتم اگه قراره این دخترش شوهر کنه، خب اگه قرار ما دوماد داشته باشیم چرا اون سعی پسر یه لاغبا باشه؟ گفتم خب یه پسری باشه که سرش به تنش بیارزه، دستش به دهنش برسه. بعد کردم بعد گفتم یکی از بچه‌ها رو میفرستی بره از دور تعقیبشون کنه. از دورا نه اسدی باید بفهمه نه اون کیوان. آبرو میره ها، حواست باشه. چشم، به خیالتون راحت. سلام، ببین کی آوردم برات. سلام. سلام. ای وای بابا خیلی خوش اومدین. بفرمایید. گل خانم و مادر بزرگم که داری میبینینشون، کیوان گل خانم. کامران ایشون که احتیاج به معرفی ندارن. ماشاءالله همه میشناسن. بفرمایید. ببخشید مزاحمتون شدم. نه بابا. مراهمین بفرمایید. مزاحم چیزه؟ بفرمایید. این بود رستوران، ما رو آوردی خونه تون؟ خونه رستورانه دیگه. حالا ما
من معذبم خواهد. بابا معذب نباش دیگه بابا راحت باش قشن پا تو دراز کن ریلکس بابا من چجوری پا ما دراز کنم بابا چجوری دراز کردم پا تو دراز کن ببینه کامرا پاشو درست بشین خجالت میکشم راحت باش پسرم پاشو شلوارتو دروت چی میگیم؟ چاله؟ ها چیزا بود پیژامه بپوش دستتو درد نکنی خیلی ممنون من راحتم ممنون آخه این خیلی راحته راحت. چی معذب ناراحت میشه گل خانم اگه اینو عوض نکن قشنگ برو تو اتاق ما کاری هم نداریم قشنگ عوض کن بیا پیژامه بپوش قربون شما مرسی خیلی هم آخه مزاحمتون نمیشه ببینین نمیشه مهمون گل خانم باشی با شلوار خود پیژامهشو نپوش شما باید شلوار راحت بپوشین بعدم مهمتر از همه اتو شلوارتون میشکنه برای شما خوب خیلی لطف دارید نهارم راحت نمیتونی بخوری بپوش بله. کامران تو هم پیژامه بپوش بفهمت من برای چی پیژامه بپوشم برای اینکه ایشون هم احساس راحتی بکنن نه ایشون راحتن یه لحظه بیا یه لحظه ببخشید خیلی بفرمان قشنگ باید دراز کن راحت دقیقه دراز باش معلوم چی شد بیشور من پلو اون گفتم برای اینکه اون راحت بپوشه تو بپوشی اونم خجالت نمیکشه من تو زندگی پیژامه نپوشیدم این چه حرفی جلوش میزن بعد ساله بیرید یارو معروفه وردش مش آوردم اینجا بهش میگی بیا پیژامه بپوش خب زشته دیگه من دارم پیش این آدم کار میکنم اعتبار دارم من چه این حرفو میزنی خواهش میکنم رعایت کن مادر من رعایت کن به جهنم باشه پا دراز نمیکنی یه پا برام دراز نکردی نگران نباشید حواسم هست خیلی خوب شما چشم از اون خونه بر نمیدارین از جاتون هم تکون نمیخورین جشم تمام آقا این سلبریتی ها خیلی آدم های عجیبی هن ها پیام ها که تهدیدآمیز برای شما ده راه افتاده برای خودش میچرخه مهمونی این بر اون بر چی میگی؟ همینی که اسدی بادیگاردشه دستور دادین هادی رو فرستادم چکشون کنن این که گفت فقط نیاوران قیطریه کامرانیه حالا هم معدود خارج شدن دیگه یعنی رفتن خارج تهران؟ نه تهران هم کجای تهران هم؟ همینجا منطقه 4 کجای منطقه 4؟ مجیدیه کجای مجیدیه؟ کوچه ستاره کجای کوچه ستاره؟ گفت یه خونه قدیمیه یوسفی سلبو برد خونه اسدی سلبو برد خونه باباش یوسفی چیه؟ چرا ماهی گذاشتی پس؟ خب سبزی پلو ماهیه؟ میدونم سبزی پلو ماهیه تیغ داره خب خب مگه مجبوری تیغشو بخوری؟ خودشو بخوری؟ نه میگم ما قاشق چند گل نمیشه حالا جلوی این چیزی نمیشه خب مهمون بفرما دست شما تا سرد نشده خیلی محبت کرد چه بوی سبزی پلو ماهی خوبم شده باشه با اجازتون براتون بکشم خواهش میکنم محبت میکنی من میدونم شما میخوای تعارف کنی من خودم این کارم خیلی ممنونم من فقط برنج بریز برام دیگه برنج بخورم اون زیتون چرا؟ بگیز دیگه بیا ما یه جو انا نمیدونم سالاد اون زیتون رو اینا میخورم برای بیلی جان بذار ما بدون جان ماهی بخوره که دست شما درد نکنه خیلی بزرگ برای تو ماهی نذارم ایشالله که دوست داشته باشی عالیه عالی بتونم چی؟ اتفاقی افتاده؟ نه با دست و اینا چنگل و قاشق اینا سخته دیگه سبزی پلو با ماهی سخته اذیت هم نکن با دست میخوری یعنی آره دیگه بابا بگو دیگه از اول خدا اون پدر و مادر تو بیامرزه این نوه من مات هم گرفته بود که چجوری میخواین این ماهی رو بکنی تازه شد که ایمانی که من دوست دارم واقعا خدا بهتون برکت خجالت کشیدی
خیلی بابا جون آب دستت بذار زمین بیا اینجا. چرا بابا چی شده؟ میگم هر چی زودتر پاشو بیا اینجا. شیوا خیلی خوب باشه میام. به من بگو چی شده؟ من سکته میکنم. خب بابا جون جونم در خطر، خودتو برسون زوده. الو الیا کیوانو میگم، همون هنفشه معروفه، قدش بلنده. آها آره، ببین دست دخترتو عروستو بگیر بلنش بیاین اینجا تا بتونن اونا یه عکسی باهاش بندازن. آره پچی، آره میندازه، آدم خاکیه. بعد ببین الهی قربونت برم، اگه تو میتونی به فخر خانومم تو زنگ بزن فردا بشنوه این آدم اومده بود خونه ای ما، من بهش نگفتم ناراحت میشه. قربونت، پس میبینمت بجون. خداحافظ. باشه قربونت، خداحافظ. خدا. باید بریم، من خیلی کار دارم. آره من فکر کنم بریم بهتره، چون اینجوری تا شب باید بمونیم. آخه مگه شام درست کرده؟ نه شام که درست نکرده، ولی بمونی باید وفه کنم 2000 تا زن و بچه های عکس بگیری. بریم پس، بریم، برو برو. تو هم که ماشاءالله هیچی رو باور نمی کنی. نه بابا دروغم کجا بود؟ خونه ماست. نهارم خونه ما بود، سبز پلو خورد. بوده بوده تو نایم هزر اینو الان. این نظام بیا ببخشید، من واقعا شرمنده مثلا مام بزرگم میشناسم، من بچگی بزرگش کردم، نمیدونم چه کاری هم کنم. بچگی بزرگش کردی؟ یعنی منظورم اینه که با هم بزرگ شدیم. خب نه دقت کردی ماشین داره تعقیبمون میکنه؟ نه یه ماشینی تعقیبمون میکنه. این خاکستریه کو هر نگردی که تابلو میشه. مطمئنی؟ آره فکر کنم از صبح داره تعقیبمون میکنه. از صبح تعقیب میکنه یا الان داره تعقیب میکنه؟ از صبح تا الان دیگه. نه با من علمی حرف بزن، مطمئنی یا فکر میکنی؟ من مطمئن که نیستم، فکر میکنم. خب بسه من الان برم یه جیب سب کن، سب کن شما خواهی بکنم. الان میپیچم تو کوچه پس کوچه، اگه دیدیم دنبالمون اومد که چی؟ اگه نایمد که اشتباه کردیم دیگه. بده خب بسه من بگو میخوای چی کنم؟ شما مسئولیت با من مگه نیست؟ من یک بادیگارد شما نیستم. الان میرسه به همون برسه دیگه، منم دارم یه جوری بینم که برسه. برو پیش بیاد کامل. آها نزدیکم شده، پشتمونه دیگه، درسته؟ چه وایسه دی؟ خونه هم وایسه دیگه، برای میاد پایین کرد. چیکار کنی؟ اجازه بده دیگه. چیکار میخوای بکنی؟ آخش تشنم بودم. آره معلومه، میگم میخوای چیکار کنی؟ شما فقط بشین اینجا، دست به چیزی هم نزن، من برم برگردم. خب با تکرار نمی کنم، دست به چیزی باشه، مراقب خودت باش. باش یه پایین؟ چکار داری؟ یه پایین؟ گفتم همش تعقیب میکردی خوشحالت. آه!
خب پاکسازی منطقه محیط در امن و آرامش راحت به سر میبریم. خدا همه دیگه هم چیکار کردی با این بدبخت؟ سود شد کاملا دیگه. حالا زیرش نکنم. آره روش رد نشیم. چی بود تو ورزشت؟ بگو خدای اسمه بگو. چند تا آیکیدو؟ چی؟ نینجیتسو؟ چی؟ استریت فایت؟ باز بگو. بوکس؟ نه. کاراته؟ نه خیر. کونگ فو؟ نه. تکواندو؟ نه. ژیمناستیک؟ نزدیک شدی دیگه. تموم شد؟ نه این هم نه. نمیدونم الان، یعنی حضور ذهن ندارم، ولی خب خوشحالم که از حالی از ابهام در اومدی یه ذره الان. آره راحت‌تر باش. کجا بریم؟ فقط همینجوری گاز دادم. بریم سمت خونه، من یه چیز باید بردارم. بریم بردیم. مرسی. باش. به 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 شیوا خانم حالت چطوره؟ چجب سر زدی به ما این برا؟ بابام خونه است. بابات معلومه که خونه است، همینجاست. بابات کجا رو داره بره؟ برو عقب. واسه چی؟ برو عقب تو من قد و بالاتو ببینم. برو عقب ببین چی میگم. برو عقب عقب بازم برو 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 برو. ای عقب تر که نمیتونم برم. خیلی خوب خیلی خوب. ببین کیفتو کولتو از پشت در بیار، دستشو واکن توشو من نشون بده. بابا این کارا واسه چیه؟ بهتون دستور میدم درو باز کنین، میخوام بیام تو. آره بابا از پشت تلفن آیفون جادوت هیچ تأثیری نداره. بابا این چیزی میگو؟ بابایی بابایی من فعلا حالم خوبه، نگران نباش، هر چی میگه گوش کن. آقا در کولر واکن توشو من نشون بده. سریع بیا. حالا ببین بیچولو 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 عشان توشو نشون بده، توشو ببینم ببینم ببینم. آها خب حالا برو عقب برو عقب برو عقب برو عقب برو عقب برو عقب. اون بطریه هست تو کیفت، درش آبیه، اونو بردار، هرچی توشو خالی کن بریز. این که خالیه. نه ببین، نه اون یکی که پره، این که میدیرم خالیه. دیدم. آره آباری کلا دختر، خالی شد دیگه. آره خالی شد دیگه. خوب باش باش دیگه، خالی شد دیگه. خوب 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 خوبه؟ آباری کلا. حالا من دروا میکنم تو توی خونه نیا. خب اگه نمیخوای تو بیا، برشی میخوای دروا کنی؟ توی خونه نیا، اینجا ها. بیا تو حیات، برو تو اتاقت نگهبانی، بعدش بیا. باز چی؟ کجا معلوم مجنون نخورده باشی نیا کش تو چشم ما دستور بدی؟ بابا جون بابا جون گوش کن، هر چی میگه جان من گوش کن. دی بابا چی گفت؟ برو تو اتاقت نگهبانی. خب نیم ساعت که گذشت باید میتونی بری توی خونه. خوبه؟ بیا تو مهربونی، کم آرومتر. بشین منو میام. من نیام؟ نه بشین اومدم. نمیام. برو اومد برو اومد دخالت نکن.
نکن. زپرتی هایی بودن که اینا تهدیدت میکردن؟ همچین زپرتی هم نبودن، همچنان فکر کنم طرف همونا بودن. شما چی کار میکردی؟ من چی کار میکردم؟ اصلا نمیذاری آدم ورود کنه، خودت مستقیم اقدام میکنی. بادیگارد آوردی شما برای چی؟ محافظت برای چی؟ حقوق به من میدی برای چی؟ چرا هیچ کاری علمی ما انجام نمیدیم؟ خب من باید بیام برسم؟ بله. خوبه اینجا؟ اینجا خوبه؟ چی؟ کجا برم؟ صورت تو جا به جایی زیاده. من زورم تو همه چی زیاده، فقط میگم یه ذره من تمرکز کنم، یه ذره باید به خودم بیام، یه ذره باید به کنه درونی زورم رجوع کنم. بله حس درد نکنه، اصلا تو نبودی من نمیدونستم اشکال کنم. فقط الان رفتیم من سرهنگ یاد باشه دیگه، ما دوتایی توی تیم عملیاتی با هم گرفتیم و ریختیم و زنیم و بردیم و بدونت میفهمی چی میگم. بله چشم، برو بیاریم بالا من کارم بکنم. به نه برو خودت، من جا جمع جور کنم. می بفهم بفهم حواست باشه اما بفهم حواسم هست بفهم چی میگه؟ زرنگ خانم نیم ساعتم تموم شد، بیام مجنونم که دیگه ندارم. اینطوری یه نگاه بنداز. اینا چیه؟ چیه؟ اینا کپی چک ها و سفته هایی که آقا جونت امضا کرده. بابا خدا حواسم نبود این فریب هم داد، خوامم کرد. بفرما تحویل بگیر توران خانومتونو. ای خیلی چق نظر رو پا دیوونم کردی دیگه فریدون. ببین دختر جون، من اولش از در دوستی با بابا در اومدم، گفتم بابا ما یه خانواده ایم، همه کار رو با هم میکنیم، میریم میایم، دزدی میکنیم، میخوریم، همه چی. خب خودش اینجوری کرد. من قبل تو فکر میکنم تو همجای دختر نداشته ایم. به آیندت اینقدر فکر می‌کنم، اینقدر دلم خواست بزرگ شده خوشبخت بشی. آره معلومه، از حرفایی که پشت سرم میزدی که این مریض و بیماری داره و یه مش دروغ که پشت سرم گفتی. حرف قاطی حرف نیار. اصل این چکا و سفته ها همه دست منه، تو که نمیخوای آقا جونت بابت این چکا و سفته ها آخر عمری بره هلوف دنیا آب خنک بخوره که میخوای. ببین توران خانوم، شوهر خودت هر کاری دلت میخواد بکن. اون موقع که با هم دل و قلوه میدادین چرا یاد من نبودین؟ بابا یعنی من هیچ اهمیتی برات ندارم؟ اون موقع که بهت صد بار گفتم ولش کن ببین ما هم زندگی کنیم، چرا حرف منو گوش نکردی؟ گفتی گوش نکردم. دوخی تموم نشد حرفم، بیا بشین. ببین لالو این کاغذ رو خوب نگاه نکردی، یه چیزایی هست به تو مربوط میشه، بیا نگاه کن. یه سری عکس کیه؟ عکس تو. اینقدر هم خوب افتادی، اینقدر قشنگ افتادی اون لا اون زیر. قشنگ نگاه کن. عکس کیه؟ عکس شیوا. دیدی؟ ببین حالا پات گیره، حالا البته خیلی هم نیازی به این عکس ها نبود، همینجوری هم راحت گیر میافتادی. راحت خیال کردی پای خودت هم گیره، من هر چی پول گرفتم دادم دست خودت. پای من؟ هیچی به نام من نیست، یک قرون پولم تو حساب من نیست، همه پولا تو حساب باباته. اینو یه چی دیگه هم بهت بگم، تا
تمام این چکا، سفته ها، عکس ها اصلش بیرون دسته کسی یه آدم امنی. دست از پا خطا کنی باباتونو میسوزونه. گفتم یهو هوا ورت نداره. بابا به خدا این ما رو میندازه تو الفتونی، یه عمر باید آب نمک بخوری. خنک تو هم. هرچی. توران خانم، منو هوا بر نمیداره. ولی یه موقع هایی هوا میره تو وارونگی، اون وقت شما مراقب باشی و هوا برات نداشته باشه. هوا که میره تو وارونگی کوچولو، همه چی تعطیل میشه. تعطیلت میکنم، عین قرمز تو تقویم سیزده به در. شما خیلی 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 چی؟ چرا دنبال کلمه میگردی؟ ولش کن بابا، راحت باش، به آینده ها فکر کن. الان که همه میشه مثلا به هیچی فکر نکن، برو خونه قشن استراحت کن، پاتو بنداز رو پات، چشاتو ببند. خب فردا صبح به زنگ میزنم، گوش به زنگ باش، میری یه جا واسه من تخلیه میکنی میای. ببین من و تو چه کارا که نمیتونیم بکنیم، فکر کن بهش. خوشبختی یعنی همین. برو به سلامت، برو قربان هستا. بابا جون، بابا جون فقط این لباست تو ببوش، بیرون خیلی سرده. بابا بابا جون لباس گرم تو به گوش، سرده بیرون. خدا رفت. آره رفت. خوب بودم؟ آی چه خوب بودم. خیلی خوب بازی کردی آفرین. خیلی فقط پام درد گرفت زیاد زدم. اصلا بودی اخ زنگ گفت برای همین گفت اصلا خوش اصلا سم گفت. نفهمید که نه؟ نه بابا زنوشش به خودت رفته، هیچ چیزی جدی میگی؟ ولی بابا این سیزده به در رو نباید میگفتی، بچه‌م خیلی ترسید. بچه ترسید؟ کجا ترسید؟ کی ترسید؟ بعد به قشنگش پشت تو خالی میکرد. کجا پشت منو خالی کرد؟ این میخواست جلو تو کم نیاره. وگرنه من زنگ زدم گفتم جونم در خطره، با کله پرید اومد. میگم اینو فقط ما تنها میفرستیمش سر کار، این بلا ملای سرش نیاد. بلا ملا سر اون بیاد، اون خودش بلاست، نه سر کسی بیاد. اینقدر زبون داره هیچیش نمیشه. نه بابا بذار بزرگ شه. توتی یه بار دیگه به من بگی توتی، بهت میگم فلفلی. تو مثلا من هم تعمیت نیست. واسه منو وقت چه جوریه که میتونم مثلا وقتم که چند تا از این دختر محترم میان، خب بعد بگردم ببینم میتونم از بینشون خدمتکاری چیزی انتخاب کنم که رانندگی هم بلد باشه دیگه. میگه دستامو و یا خدا، خب این باید اینجوری اینجوری پوس پوسه باشه. خب من یه گلی نباید به تو هدیه بدم؟ این فقط سر جاش بابا. آره خواهش دارم. میگم پس تو تا به کارت میرسی منم برم آناناس هم بردارم. من چه تو چی کار میکنی؟ نه میگم آناناس برم نمیرم خواست برم نمیرم. خیال راحت باشه. باش پس فعلا. نگار رفت تو رو خود. چه بابا این جوونا اصلا عقل ندارن. صد دفعه گفتم این شیشه شکسته زیر زمین رو بندازین، چک و جونور نرن تو، گوش نکردن که نکردن. میخواستم اخراجت کنم کامران، میخواستم برم تو روزنامه ها بدم بزنم من نه داییتم نه هیچ نسبتی با تو دارم. شانس آوردی اون آقای کیوان ازت تعریف کرد. حالا ایلی با من رفیقه، چرا ناراحت میشی؟ به شما چه ارتباطی داره؟ کی؟ ایلی. کی؟ ایلی. کی؟ ایلی رفیقمه. دوست دارم بهش بگم ایلی مگه میدونی بین ما چی گذشته؟ الکی قاطی میکنی. صد دفعه بهت نگفتم با ارباب رجوع فامیل نشو؟ بابا ما با هم برو بیا داریم رفیقی، مگه میدونی بین ما چی گذشته؟ حرف بزن، حرف بزن، بس دیگه. سلام جان کیوان. حالا شما چطور؟ خیلی خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. اختیار دارین نفرمایین، شرمنده‌مون نکنین. ما که به هر حال
اونجور که باید و شاید نتونستیم انتظارات رو برام عالی بود. خدا رو شکر. اخه عالی بود. اینی جون چطوری؟ حالا چطوری؟ خوبی؟ قربونه چه خبر؟ خدا رو شکر. بله. اتفاقا که بهشون بگو که با هم دیگه بودیم و به اتفاق هم دیگه چه جوری نارو پیچونیم به هم. بله با هم دیگه. بله بله. به هر حال امیدوارم که از کامران جان ما راضی بود. راضی هستن. از من خیلی راضین. کامران 20ه. خدا رو شکر همه چیش خوب. فقط یه ذره کودک درونش بیش فعاله که به هر حال امیدوارم که خیلی راحت و آسوده شده باشین. پلیس دیگه مجرمین رو دستگیر کرد، شما هم الان آرامش دارین، ما هم یه سهم ناچیزی حالا هر چقدر کوچیک در این امنیت شما داشتیم. من خودم قول میدم که انشالله از فردا یه محافظ خیلی خیلی بهتر که کودک درونم نداشته باشه برای شما انتخاب کنم. اتفاقا خیلی هم ایلی کودک درون دار دوست داره. آره مگه کامران چشه؟ مگه من چشه؟ بگو دیگه. خیلی شوخ طبعه، ولی حالا از این حرفا که بگذریم، خدا شکر مشکل من حل شد. دستتونم درد نکنه، هم از شما هم از کامران جان خیلی تشکر میکنم. دیگه نیازی به محافظ ندارم، گفتم بیام خدمتتون. نه که من متوجه شدم منظور تو محافظ به اون معنا که نه، مثلا یکی باشه پهلو تو اینا دیگه قشنگه دیگه. قربونت برم، شما که دیگه رفیق من شدی، ولی به محافظ در حال حاضر نیازی ندارم. محافظی که من یخچالم الان محافظ میخواد. ان شاء الله که سلامت باشین، هیچ وقت محافظ نخواهیم. به هر حال شما یک سلبریتی مردمی هستین، خیلی خوبه که همینجور برید لا مردم بی محافظ. بله. و موفق بشید. بله. به لطف شما. من با اجازه پس چک رو بردم که تقدیمتون کنم. آقا قابلی نه، به خدا شرمنده بکنین برو. خواهش میکنم. در باز. چی شد؟ کی بود؟ هیچ. کی بود؟ مزاحم. باکن. باکن میگه. هادی چی شده؟ چرا این ریختی؟ دست و پات چرا شکسته؟ کله تو کی شکونده؟ از این آقا بپرسید. شما من رو فرستادی که اینو تحت نظر داشته باشم، مثل اینکه این من تحت نظر داره. کامران، کامران. بله. بلند شو، هادی رو ببر تو اتاق من، درم ببند تا من خودم بیام. خودت هم بمون اونجا. من نمیخوام با هادی تنها باشم تو اتاق. میگم بلند شو، هادی رو ببر تو اتاق، درم ببن، همونجا هم بمون تا من بیام. بابا من برای چی باید برم با هادی تو اتاق؟ چون من میگم. خودت برو باهاش. برو. بابا میرم. بیا هادی. برو هادی. بیا بیا. برو. چرا سنگ فقط؟ ممنونم اگه بفرمایید. همون تعرفه‌ای که ما با هم صحبت کرده بودیم کفایت میکنه. دست شما هم درد نکنه. خیلی ممنون. من با عزتتون یه پاداش هم برای کامران در نظر میگیرم. دو تا چک بنویس، دست در نکن اینجا. من متاسفانه یه بقیه چک بیشتر برام نمونده. چی میگه؟ باشه دیگه، من شماره حساب هم میدم هم چیز شماره کارت. دیگه ببین خودت کدوم راحتی. باش دیگه، حالا تو این چقدر میخوای تقدیم؟ دستت هم درد نکن عزیز دلی. بفرست برام. خیلی دوستت دارم ایلیا. مرسی عزیزی. چی شده؟ جن علمی با من صحبت کن گل خانم، من نفهمم اینجوری. کامران اینقدر حرف نزن، حالا یا دوزه یا جنه، هرچه من سایش تو انبار دیدم. دژامجو شدی؟ میگم دژامجو شدی، همینا که خواب میبینی و تو بیداری هم خواب رو دوباره میبینی، اون شدی. ببین زود بلند شو بیا دیگه، حرف نزن. اشم ره اشک گدوخ. خب چرا بابا نمیره؟ ای بابا تا به اون خواب سنگینه بگیم در مغازه رو ببنده و را بیفته بیا، تو ساعت طول میکشه. چقدر حرف میزنی کامران، پاشو بیا. بابا من نمیتونم تو ماموریت اینجا تو اداره وایسادم میگی بیا. اشم گدوخ تو چه گل خدا نهلو رب تزون.
وایسته در رو چرا قفل کردی؟ بابا فکر کردم چی شده. وای چه خوب مورو اومدی چیش داشتم زنه ترک میشد کو خبری نیست توهم زدی الکی کدوم توهم دیروز تو حیات بودم یا صدای شنیدم اول فکر کردم کبوتری چیزی از مدوم توهم زیر زمین خبری نیست ولی امروز که دیگه داشتم حیات رو جارو میکردم صدا رو قشنگ و کامل شنیدم خب من بگو چه صدایی بود من بفهم اینا رو تو ذهنم بچینم اولش فکر کردم صدای گربه است آها بعد دیدم سایه یه آدمی رد شد رد شد کجا رفت؟ اینا مهمه بگو من تو تحقیقاتم از اونجا رفت این بر طرف شرق شرق که غربه که این که این غربه آره سب کن ببینم آره دیگه همین بر رفت شرق غرب این بر شرق غرب دوتاش توی یه جا نیستش الان ما باید بگیم کامران شرق یا غرب خب من بدونم این بر برم این بر برم این بر برم من که این بر میرم کامران چاقو ماقو بر نداری یا؟ آخش تشنم بودا خب چیکار کنیم؟ چی شد؟ چی اومد؟ چی رم؟ هیچی بده اینو بگی دستت که یه چیزی در پلوت باشه برای یه هیچی؟ این اصلا هست دیگه اینو بگیر دستت آره. اینه؟ آره آره الان برای یه سوس کشتن منه کشوندی اینجا خب خواهد میذاری تو سرش دیگه سوس کجا بود تو هم؟ چیه پس؟ این برای چیه؟ جنه یا دزده دیگه بدتر من اینجوری برم بشه جن میخنده فردا دست میگیرن ما رو جننا جن مگه انسانی که تو رو دست بگیره اذیت نکن منو نمیخوام اینو همین مونده پلو یه سری جن سوژشم باز کن برید نمیری؟ نه نمیخوام خب من دارم دنبالت میام لازم شد بهت میدم گل خانم همونجا وایسا نه یا مهنم چرا؟ وایسا مهنم میام وایسا سلام قربان نخیر قربان اگه بیاد بیرون میبینمش تا سر همین کوچه تعقیبش کرده بودم تو یکی از همین خونه هاست گفتم که خدمتتون چشم بهتون قول میدم سلام چطوری؟ تو اینجا چیکار میکنی؟ فهمیدم از بس سر و صدا کردی لابد پوششمون از من حسن؟ بله واسه چی اینو چپوندیش تو زیر زمین؟
مگه خدا نکرده کار خلاف ملاف میکنه؟ مگه قاچاق میکنه؟ نه بابا خلاف چی؟ راستش دنبالشم مادر من خواستم اینجوری. سلام. 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 کار خلاف ملاف اینجا پلیس هستا، اومدم ببینم که اگه کار خلاف ملافی چیزی هست شما هم پلیس هم بدونی یا نه. دیگه اومدم که بابا پلیس سر نیست، خلاف ملاف تو کاره. نه نه اصلا پای پلیس اصلا نیست. بابا آخه این با این خستگیش با این هیبت خستش میکنه خلاف ملاف. قیافش هم نباید خورد. حالا نمیخواد بگی، حالا میگه خودش. این خودش یه دانشمنده، هر کیم ببینه میفهمه یه دانشمنده. نمیخواد تو ببری تو زیر زمین بین اون همه آتشخال. بریم بشینیم، من برم براتون چای بیارم. بریم موضوع حل شد. بشین برات برو بشین برات چای بیارم. خلاف عمر پلیس میگم. آقا زکریا چای تو خوردی برادر من، خستگیت هم در کردی، حالا میشه به ما بگی برای چی خود تو قایم کرده بودی؟ مگه خدای نکرده کار خلاف ملاف میکنی یا قاچاق میکنی؟ نه دشمن، اگه گیرم بیارن تکی بزرگم گوشم. دشمن چی؟ با گوش تو کی چی کار داره؟ و ببخشید بزرگوار اینجا من پلیس هم دیگه، اینجا هویج نیستم که. چستم بگو بهش پلیس. نکنه واقعا کار خلاف ملاف تو کاره؟ آره؟ من خیلی حرف زدم، خسته شدم. گیر نده بهش، خسته است. تقصیر توی هی میپری تو حرفای اون، اونا همینجوری باید با موچین ازش حرف بکشی. تو هم که میری دیگه این زود خسته میشه. یه توی چه نگو بذار خودش بگه. مادر من میپرسم بهت میگم، آقا بگو من بهشون بگم. اختراع. یه همونطور که در جریان هستی من تمام عمرم و وقف اختراع و چی؟ نبوغ. و نبوغم و در این راستا به کار گرفتم، در راستای اینکه ساختم یک سری چیزا رو بعضی از ایادی خارجی و داخلی دنبال این هستن که چنگ چنگ اینو از چنگ من در بیارن و من به خاطر اینکه این اتفاق نیفته قایم مجبورم که به زندگی مخفی ادامه بدم. همه اینا رو این گفت؟ گفت دیگه. ولش کن، حالا یه دورم خودت. خودت بگو. یا میگه خسته است دیگه. خسته است. خسته یه هی میگه. بگی من دارم میگم اعتبار ندارم. نه. خسته چی آقا؟ رفته دستشویی. الان چای پذیرایی کرد از گل خانم دیگه. چای خوردن خستگی داره. خستگیش باید در رفته باشه. کیا دنبالتن؟ واسه چی؟ دنبال چی هستن؟ این پماد. چی میگه؟ پماد. چی هست اصلا؟ این برای درمان زخم و زیگیل و از این چیز. من قرار این چیز استفاده کردم توی همین هاست که تو این شبکه ها نشون میده، هیچ فایده هم نه داره. اصلا این وی مثل اونا نیستش که، اینو من اختراع کردم، این با اونا فرق میکنه. این اگر دست من در بیارن دیگه آشغال اونا رو کسی نمیخره دیگه. باید ما به چشم ببینم. من باید به چشم ببینم. من نشون چی کاری که بخوای به چشم ببینی؟ من میگم امتحان کردم این پومودورو، حالا آوردیم نشون دیمش اینجا دیگه نمیشه جمعش کرد. چیکار میکنی؟ خال این درمان خاله، خاله تو میتونه ببره. خال بی جا میکنی بخوای دست به خاله من بزنی؟ خاله من مگه علکیه که تو بخوای بهش دست بزنی؟ میشه آره دست این خاله رو برمیداره بزن. خب مادر من برای چی برداره؟ برو کمکش. کمک چی؟ بزن این خاله برداره تو بوجه اجباری شد. من بهش اون سلفت گرفتم، اصلا از من اجازه نمیگیرم. اون سلفت آدم با مادر خواهر و پدرش میگیره، اجازه بدید. خال گل خان جزه شما جزه بدید. یه مثال بیا بزن، محکم بگیرش. بگیره بزن. نکن بزن. نکن زنگ و زد سوزوند. بیا آقا زکریا این الان میره همین یه ذره. من برم اون بر. برم اون بر دیگه. چرا اینجوری میکنی؟ دقیقه بزرگ شده که دست و پای منو میگیری. پاتو نگرفم، فقط دستو گرفتم. دو روزی که آقا شاهدم. ببری خانه سالمانو تو کی هستی که با